زبانه ی آتش در میان خانه های مردم در کشمیر تحت اداره پاکستان. درگیری های خونین روز جمعه بین ارتش های دو کشور. دو طرف یکدیگر را به آغاز خشونت ها متهم کردند. در کنار غیر نظامیان چند سرباز هم کشته شدند، از جمله سربازان پاکستانی. مردم نگرانند تا این خشونت ها به درگیری های تمام عیار بینجامد. از حکومت می خواهیم شلیک در مرز را متوقف کند. مردم بسیار هراس دارند، هراس از آسیب های بسیار بزرگتر از اینها. جزئیاتی درباره تلفات و خسارات حمله های نیروهای پاکستان در کشمیر تحت اداره هند در دست نیست. در اینجا اما وزیر خارجه پاکستان مدعی شد هند از گروه های تروریستی در این کشور حمایت میکند، کاری که پاکستان خود در افغانستان انجام میدهد. در حال حاضر مدارک غیر قابل انکار برای ارائه به جهان داریم تا نشان دهیم دولت هند از تروریسم در پاکستان که باعث جان باختن مردم بیگناه شده حمایت مستقیم میکند. وزیر خارجه پاکستان در این خصوص گفت نهاد اطلاعاتی هند با پرداخت صدها میلیارد روپیه صدها تروریست را اجیر کرد تا پروژه مربوط به کریدور اقتصادی اسلام آباد بیجنگ را نابود کند. دهلی نو تاکنون در پیوند به این اتهامات چیزی نگفته، اما پیش از این همواره تاکید کرده این اسلام آباد است که از تروریسم حمایت میکند. دو کشور هند و پاکستان پیرامون منطقه کشمیر دارای اختلافات زیادی هستند. پس از استقلال هند و پاکستان از استعمار بریتانیا تاکنون سه جنگ در سالهای گذشته بین دو کشور بر سر مسئله کشمیر رخ داده و بیش از 70,000 نفر در این درگیری ها کشته شدند.